اون یه ذره رم بخور روشن جا. نواد ریخته بودین توش دیگه. متوجه نشدی؟ دو برات زدم اینه بوم منفجر بشی. بخور. شغل داشتم، آبرو داشتم، کار داشتم. در عرض 5 سال یه جوری زندگی کردم که شاه نکرد. شجان، شجان، خب. و کار شما چی بود؟ ساقی بودم. نه؟ کل پارکای غرب تهران و اندکی از شرق تهران قرق داشتون بود. زنا بخوری، بخور. کار آبرومندی که میگفتی همین بود، ساقی بودی. بسی ببینم، دزدی کردم؟ نه. اختلاس کردم؟ نه. تازه به زنا هم نمیفروختم، زیر 18 سال که قدقن. کلا با غیرت هم بوده، آفنی. تازه نسی هم میدادم. غیرت، بخور، بخور تمومش کن. ولی بهره نمیگرفتم. از لوتی هم بوده. اما میدونید یه مقداری اینایی که بهشون نسیه میدادم قاطی میکردم میدادم بهشون دیگه. ضعیف کشی تا این هم تمومش کن. بخور بخور. اما همه ی معتادای محل ازم راضی بودن. بعد برای امواتم فاتحه میخوندن، پول برکت میکرد. واقعا باید به قبرشون نور بباره. بس به خاطر اون گذشته که اینجوری عاقبت به خیر شد. اینجا رفیق بد و متاع خوب. از وقتی اولی شدم این جنسام قاطی شده بود، مشتریام کم شد. بود از همین بی کیفیتی یا زهر ماریا گذاشته بودی اینجای گلی؟ آره؟ نه اون خالص خالص بود. شرافت هم داره. تفلک ما هرکی گناه آقای گلی هم شستی. بابا میدونی چی شد؟ زنم میخواد ازم طلاق بگیره. این داداشش نشستن زیر پاش میگن یارو معتاد، ازش طلاق بگیره، ازش طلاق بگیره. اصلا داداشش هم بساطی خودم بودن، با من پامو شدن، با من میشستن. رفتم به زنم گفتم، گفتم بابا اینا اینجوریان. زنم باور نکرد. تا امروز که دیگه داشت میمد دادگاه، یه تیکه از اونا اومدم بندازم تو جیب داداشه که بفرستمش پیش نادر. که آه که بالاخره گلی رو فرستاد پیش نادر.